سلام خدمت دوستان عزیز سمینار مسائل فرهنگی اجتماعی جامعه معاصر ایران رو شروع می کنیم. من ناصر فکوهی هستم استاد پیشین امروز بازنشسته انسانشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران آخرین ترم من در نیم ترم اول سال 1401-1402 بود و از این بعد با این سری از کلاس ها در خدمت دانشجویانی که مایل ما باشن خواهم بود موضوع عمومی این سمینار مسائل فرهنگ اجتماعی جامعه معاصر ما هست و با نظر عمومی دوستانی که مشارکت میکنن در هر فصل از این سمینار که سه فصل در سال خواهد بود زمستان تابستان و پاییز و این اولین فصلش هست از بهمن 1401 تا خرداد 1402 موضوع این کلاس که با همکاری و هم فکریه مشارکت کنندگان تعیین شد تحلیل تحولات موقعیت فرهنگی اجتماعی جامعه ایران در چارچوب جریان اعتراضات پاییز و زمستان 1401 است و جلسه اولی که ما تعیین کردیم موضوعش رو عنوانش درباره ماهیت و علل عمومی اعتراضات منشأ و سازوکارها تعیین شده و من در این مورد صحبت هایی می کنم. اون چیزی که در اینجا گفته میشه تلاشی هست برای یک نگاه اجتماعی فرهنگی مشخصه چون حوزه کار من این هست و کسان و این نافیه کار دیگرانی که از با نگاه سیاسی به قضیه نگاه میکنن با نگاه اقتصادی نگاه میکنن با نگاه هر چیز دیگه فلسفی نگاه میکنن بین نگاه میکنن و غیره نیست این نگاه نگاه علوم اجتماعی است در درجه اول فرهنگی است و فرهنگی هم نزدیک به نگاه انسانشناسی چون من یک انسانشناسم و خصوصیت انسانشناسی در بین ای بودنش است یعنی اگر روانشناسی مثلا وقتی به یک موضوعی نگاه میکنه مثلا همین اعتراضاتی که ما با اون رو برو بودیم تلاش میکنه که اینها رو از نقطه نظر روانشناسی تحلیل کنه و کمتر به مسائل دیگه بپردازه یا اگر کسی از لحاظ اقتصادی تحلیل میکنه سعی میکنه که صرفا در همین حوزه باقی بمونه انسان شناسی تفاوتش با اون شاخه در این است که بنابر تعریف یک رشته بین رشته است یعنی در انسان شناسی ما نمیتونیم این جنبه های مختلفی رو که در واقعیت اجتماعی وجود داره رو از هم تفکیک کنیم وقتی ما میگیم فرهنگ و وقتی میگیم جامعه نظرمون این هست که این فرهنگ و جامعه درش همونقدر جنبه های اجتماعی جنبه های فرهنگی در مفهوم متعارف کلمه وجود داره که مثلا جنبه های روانشناسی جنبه های اقتصادی در اینها همونقدر مسئله موقعیت محلی در تحلیل مسائل مطرحه که موقعیت مثلا منطقه ای برای ما منطقه مثلا خاور میانه یا موقعیت جهانی همونقدر هم اینها همش مهمه که مسائل دیگه که ممکن خیلی حتی به دور از علوم انسانی به نظر برسه مثلا یک انسان شناس نمیتونه مثل حتی یک جامعه شناس یا مثل یک اقتصاددان یا مثل یک روانشناس نسبت به مباحث بیولوژیک یا زیستشناسانه نسبت به مباحث فناورانه نسبت به مباحث هنری و غیره بیتفاوت باشه برای ما همه اینها جزی از یک واقعیت پیچیده و در همتنیده است منظور یک نوع در همتنیدگی است که ما همیشه رفرنس میدیم به ادکار مورن و نظریه پیچیدگی او که کتابش هم به فارسی ترجمه شده نشر نی منتشر کرده و در این نظریه به خوبی ادکار مورن نشون میده که واقعیت های اجتماعی درست مثل تار و های یک قالی در هم تنیده شدن و نمیشه اینها رو به شکل مصنوعی از هم جدا کرد بحثی که در اونجا وجود داره این هست که ما اگر خواسته باشیم یک موضوعی رو بیش از اندازه یعنی بیش از توانمون یا بیش از اون موقعیتی که لازمه عمیق بشیم درش مثلا به شکل بسیار بسیار عمیقی به روانشناسی همین جریانات اعتراضی که ما در ایران شاهدش بودیم بپردازیم از مباحث دیگه قافل خواهیم شد و بنابراین هرچند در یک جا بسیار نگاهمون عمیق میشه اما در جاهای دیگه نگاهمون سطحی خواهد شد و این خطر بزرگی است که ادگار مورن نسبت بهش هشدار میده خب پس ما نگاهمون یک نگاه بین رشته ای هست و این به خصوص برای کسانی که در این سمینار شرکت دارند، چون از رشته های بسیار متفاوتی اومدن از حوزه های بسیار متفاوتی اومدن سنین بسیار متفاوتی رو در بر میگیرن بعضی از اینها کسانی هستند که تازه وارد دانشگاه شدن بعضیشون اصلا ممکن وارد دانشگاه نشده باشن بعضیشون کسانی هستند که دانشگاه رو به پایان رسوندن یا در شرف به پایان رسوندن در دوره دکترا هستن بعضیشون حتی برخی از اساتید هستن و همه اینها ما بهشون خوش آمد میگیم ولی بحث اساسی در این است که همین تنوعی که در اینجا وجود داره باز یک به دلیل دیگه و مضاعفی هستش که نگاهی هم که من میاندازم به مسائل یک نگاه بین رشته ای و در حد توانم یک نگاه جامعه باشه خب ما وقتی که به مسائلی که در این چند ماه اخیر اتفاق افتاده نگاه بیندازیم و بخوایم به صورت علمی این نگاه رو انجام بدیم چون این جلسه اول در مورد ماهیت عمومی و کلی این اعتراضات منشه هاش و ساز و کارهاش هست خب ابتدا باید این نکته رو مشخص کنیم که یک نگاه علمی یک نگاه در واقع موشکافانه ای که بخواد یک نگاه تحلیلی باشه ناچار خودش رو از موقعیت های حسی احساسی جدا کنه بدون اینکه نافی این باشه که این موقعیت ها وجود داره ما اینجا به یک بحثی میرسیم که به صورت گسترده مطرح شده در علوم اجتماعی و به اون میگن بحث بازتابندگی یا رفلکسیویتی یعنی چی؟ یعنی که برخلاف اون روی کردی که ما در جامعه شناسی بهش میگیم روی کرده دورکیمی که میگه وقتی ما میخوایم به یک مسئله بپردازیم باید کاملا ذهنیت اون رو خالی کنیم به اون مسئله جوری نگاه کنیم که داریم مثل که به یک شی نگاه میکنیم و به این میگن ریفیکیشن یا شیعی کردن در زبان دورکیم من بیشتر گرایش دارم به بوردیو پیر بوردیو که خود او در تاثیر دورکیم هست ولی دورکیم رو اصلاح میکنه و میگه که نمیتونه یک کسی هر اندازه هم که سعی کنه نگاهش به مسائل یک نگاه صرفا باشه که مثل اینکه داره به یک شی نگاه میکنه ما موجودات انسانی هستیم احساس داریم حس داریم و ما کنشگران اجتماعی هستیم بنابراین بوردیو بیش از کسانی دیگه روی این نکته تاکید داره که هر کسی باید موقعیت خودش رو هم در نظر بگیره وقتی داره صحبت میکنه من باید در نظر بگیرم که در چه موقعیت قرار دارم اگر من فرض بکنید در موقعیت قرار دارم که از لحاظ اقتصادی اونقدر زیر فشار نیستم نمیتونم ادعا کنم که من رابطم با اتفاقات که داره میفته همون رابطه کسی است که زیر فشار شدید اقتصادی قرار ده. اگر من کسی باشم که در ایران نباشم و در مستقیما با این وقایع سر کار نداشته باشم و در خطر اونها نباشم و غیره نمیتونم ادعا کنم درست مثل همون کسی هستم که هست در اونجا و غیره و باید به این نکات توجه داشت و بنابراین تمام مباحث رو باید نسبی کرد و ما سعی بکنیم که تحلیل بکنیم وقتی شما تحلیل من رو بنابراین میشنوید یا تحلیل هر کسی رو میشنوید نگاه انتقادی رو هیچ وقت نباید از خودتون دور کنید نگاه انتقادی به طور کلی لازمه در علوم اجتماعی ولی به خصوص وقتی که ما به یک موضوع بحرانی میرسیم به هر حال هر نظری در مورد مبا... اتفاقاتی که افتاده که حرکت اعتراضی که اتفاق افتاده و هنوز ادامه داره داشته باشیم نمیتونیم این رو نفی بکنیم کسانی که به هر حال نخوان سوء نظر داشته باشن نمیتونن نفی بکنن که ما در اینجا با یک موقعیت بحرانی سر و کار داریم با یک موقعیت بحرانی در مفهوم اینکه جامعه در موقعیت تنش هست موقعیت تنش برای یک جامعه موقعیتی هستش که از لحاظ دیدگاه جامعه شناسی از لحاظ دیدگاه اجتماعی از لحاظ دیدگاه فرهنگی روشنه یعنی اینکه چیزها روندها نهادها آدمها کنشگران سازوکارها به شکل عادی کار نمیکنند به شکل به صلاح متعارف کار نمی کنن. و معمولا شاخص بیرونی که این قضیه داره و این باعث میشه ما از یک بحران صحبت کنیم یا از کلماتی استفاده کنیم مثل حرکت جنبش اعتراض و هر به صلاح کلمه دیگه ای اینه که ما از موقعیتی که بهش گفته میشه موقعیت متعارف خارج شدیم این موقعیت متعارف یا اون چیزی که من بهش میگن اکلیبروم یعنی موقعیت تعادل بحثی که خودش مورد اعتراض بسیاری از متفکران هست یعنی خیلی معتقدن همچین موقعیتی اصولا یک موقعیت مفروضه هیچ جامعه ای ما نداشتیم که در تعادل کامل باشه همه چیز درست همون جوری که تعریف شدن درست همون جوری که در بهترین شکل تعریف شدن عمل کنند. مثلا فرض بکنید که ما نهادهایی داشته باشیم مثل نهاد دولت که خب یک نهاد بزرگ است که کل یک سیستم رو در زیر دستش داره تا نهادهای دیگه ای که در اون دولت وجود دارن و از اونها تشکیل شده مثلا در سیستم های به مدرن سیاسی قوای سگانه مجلس سیستم های قضایی سیستم های اجرایی و بعد هر کدوم از نهادهای های دیگهی که زیر اینها هستن خب اینها بر اساس تعاریفی مطرح شدند که معمولا یک موقعیت ایدئال مورد نظرشونه وقتی گفته میشه قوه مقننه یا مجلس یا وقتی گفته میشه قوه قضاییه یا وقتی گفته میشه قوه اجراییه یا یکی از نهادهای اینها مثلا پلیس مثلا فرض کنید اداره مالیات مثلا بانک و غیر و غیره معمولا یک نوع ذهنیتی وجود داره که این باید در یک موقعیت آرمانی باشه همه چیز خوب کار کنه هیچکس دچار مشکلی نشه بنابراین نارضایتی وجود نداشته باشه این نارضایتی صفر این تعریفی است که انجام میشه اما واقعیت در اینه که در هیچ کجا نه در کشورهای توسعه یافته نه مسلما در کشورهای توسعه نیافته ما با موقعیت صفر نارضایتی روبرو نیستیم چرا به دلیل اینکه افراد اونقدر با هم متفاوت هستند که نمیشه رضایت همه رو داشت بنابراین اون بحثی که مطرحه این است که به یک حد اکثری از رضایت به یک حد اکثری از اون چیزی که ما میگیم متعارف برسیم و معمولا وقتی ما میخوایم بحث تعادل رو هم مطرح بکنیم از این مسئله صحبت میشه یعنی اینکه نظر این نیستش که هیچ کس هیچ اعتراضی نداشته باشه هیچ کس هیچ مخالفتی نداشته باشه هیچ کس هیچ مشکلی نداشته باشه مسئله این است که کمابیش بخش بزرگی از یک جامعه یا یک اکثریتی از یک جامعه به هر حال کمابیش از ساز و کارهایی که داره در اون جامعه اتفاق میفته راضی باشن یعنی اونقدر اونها رو اذیت نکنه که از کار بیندازشون دقت کنید که ما وقتی راجع به هر چیزی صحبت میکنیم باید شاخص رو مشخص کنیم وقتی میگیم نارضایتی خب بتونیم نارضایتی رو تعریف کنیم وقتی میگیم اعتراض باید بتونیم اعتراض رو تعریف کنیم در مورد مسائلی که چندین ماه در کشور ما وجود داره همین مسئله است وقتی ما میگیم این که از موقعیت عادی خارج شدیم یعنی چی یعنی که نه معناش است که موقعیتی که قبل از این سه ماه وجود داشت خیلی عادی بود و خیلی بدون هیچ مشکلی بود نه معنیش این هستش که الان در بدترین موقعیتی هستیم که وجود داره و بعد از این بدتر نخواهد شد یا بعد از این بهتر نخواهد شد هیچ کدوم اینا رو معنی نمیده معنیش اینه که ما فرض بکنید وقتی که یک بحران ظاهر شده میبینیم که به صورت نسبی اون شاخص هایی که به عنوان شاخص های تعادل در جامعه تعریف کردیم اینها به هم میخوره آدم ها دیگه اون کاری رو که به صورت عادی انجام میدن انجام نمیدن وقتی نارضایتی از یک حدی بیشتر میشه در یک جامعه ما با مجموعی از دیسفانکشن ها سر و کار داریم با مجموعی از چیزی که دیسفانکشن رو ما میگیم کج کار کرد در مقابل فانکشن که ترجمه کردیم به کار کرد دیس فانکشن معمولا یعنی یک کارکرد تخریب شده یا یک کارکرد منحرف شده یا یک کارکرد مم... نامعمول و به هر حال تا حد آسیب دیده مثلا اگر فرض بکنیم که مدرسه رو شما کارکردش رو در نظر بگیرید به عنوان جایی که گروه سنی خاصی میرن و آموزش خاصی میبینن انتقال فرهنگی بهشون اتفاق میفته این میشه کارکردش حالا زمانی که ما مدرسه رو ببینیم که در اون افراد دیگه اون کارگر عادی رو انجام نمیدن کار دیگه ای انجام میدن مثلا توش جمع میشن فرض بکنین چلوغ میکنن شعار میدن اعتراض میکنن و غیره صرف نظر از اینکه چه فکری ما داریم راجع این اعتراض چه فکری داریم راجع اون اتفاقی که داره میفته موافقیم مخالفیم هر چیز دیگه ای این یک موقعیت دیسفانکشنه یک موقعیت کش کار کرده م... وقتی دانشگاه ما ما الان این وضعیت رو چندین ماه در کشور داریم که یک موقعیت کچکار کردی که در نهادهای بسیار زیادی دیده میشه و ما میبینیم که خب این سمر بیرونیش نارضایتی هرچه بیشتر و بیشتره و به زبان آوردنه این نارضایتی که میشه اعتراض وقتی ما میگیم اعتراض یعنی یعنی که اون نارضایتی رو که یک فردی داره به زبان بیاره و این به زبان آوردن هم باز در یک تیف قرار میگیره یک به زبان آوردنی هستش که بر اساس کانال های از قبل تعیین شده ای هست که در یک جامعه پیش بینی شده معمولا فرض بکنید در جوامع مدرن این رو پیش بینی میکنن وقتی ما میگیم آزادی مطبوعات آزادی احزاب آزادی سندیکاها و فضای باز سیاسی و غیر و غیره اینکه افراد احساس باز بودن فضا رو بکنن خب این باعث میشه که اون بیان نارضایتی کانالیزه بشه در داخل این به اصطلاح کارکردهایی که براش تعریف شده فضاهایی که براش تعیین شده وقتی که در مثلا کشورهای توسعه یافته فضاهایی رو تعریف میکنن و یک زمان و یک مکان خاص رو تعریف میکنن چون بحث شهری هم مطرحه در بحثهای ما که خیلی از دوستانی هم که اینجا هستن شهرشناس هستن وقتی که مسیر خاصی در یک شهر و زمان خاصی در یک شهر رو اختصاص میدن به اینکه یک تظاهرات انجام بگیره خب در چنین حالتی یک کانال تعیین شده ما یک مثل اینکه یک راهروی تعیین کنیم یک کریدوری تعیین کنیم که بگیم همه کسانی که به این قانون اعتراض دارن بیان توی این کریدور و شروع کنن به بیان در بیارن اعتراض خودشون رو نارضایتی خودشون رو و غیره وقتی یک روزنامه آزادی ما داریم این امکان رو فراهم میکنیم که افرادی که ناراضی هستن یا به اون روزنامه تلفن بزنن مثلا روزنامه ها ستون های داشتن اسم ستون اصطلاح خوانندگان که خیلی زیادم بود الان کم شده ولی مثلا در خود ایران هم همیشه بود که یک ستونی بود مثلا نگاه خوانندگان و غیره و که کسایی که تلفن می زدن کسایی که اعتراضی داشتن اونجا منعکس میکردن تلویزیون و رادیو و اینا هم این کارو میکردن در خیلی از موارد خب اینم این کانال اینه که نارضایتی ابراز بشه حالا اگر این کانال ها به هر دلیلی بسته بشه اینها نه جلوی نارضایتی رو میگیره نه جلوی اعتراض رو گیره. این بحثی که باید ما در تحلیل ماهیت اعتراضات و ساز و کارش در نظر بگیریم من من می‌کنم که خود این ساز و کار درکش خیلی مهمتر از منشه چون منشه رو من فکر میکنم که خب تقریبا همه کسانی که در اینجا حضور دارن میدونن منشه رو منشه خب مسئله نیست که دیروز اتفاق افتاده باشه منشه منشه, ای منشه ای اگر بخوایم خیلی دراز مدتش رو بگیم گذار جامعه ایرانی از یک جامعه سنتی هستش به یک جامعه مدرن که ما تقریباً صد ساله که این راه رو داریم طی میکنیم اگر شروعش رو مشروطه بگیریم از سال انقلاب 1907 در نظر بگیرید انقلاب مشروطه رو الان سال 2023 هستیم یعنی میبینید که ما بیشتر از 100 سالی که از انقلاب مشروطمون گذشته و حداقل 100 سالی که داریم تلاش میکنیم که به یک نوعی مدرنیته برسیم مدرنیته نه در مفهوم مدرنیته غربی یعنی این سیستم مدرنی که در جهان تعریف شده که مهمترینش دولت مدرنه دولت مدرنی که یک دولت مسئول باید باشه یعنی شهروندان خودش رو تحت پوشش قرار بده امنیت برشون فراهم کنه نیازهای اولیتشون رو تامین کنه عدالت برقرار کنه اونها رو از همدیگه محفوظ نگه داره نگذاره ظلمی اتفاق بیفته از جانب کسی علیه کسی دیگه و غیره و غیره و خب این تعریف در حقیقت دولت ملیه دولتی که از مردم منشأ گرفته باشه انتخاب شده باشه انتخاب خود مردم باشه و بعد مردم قضاوت بکنن راجبش در طول چند سالی که در قدرت و بعد مکانیسم هایی وجود داشته باشه که این دولت رو تغییر بده اگر مردم ناراضی باشن دولت دیگه ای بیاد سر کار مکانیسم هایی وجود داشته باشه که اصولا انتخاب ها رو ممکن کنه و غیر و غیر خب همه این نکاتی که من گفتم خب در اکثر کشورهای جهان سوم اصلا تصور نکنید که این مسئله ایرانه ایران مقت... موقعیت حادی داره به دلایل بسیار زیادی که ما حالا در این جلسات مختلف میگیم در یک منطقه خاصی قرار گرفته که خاور میانه هستش در موقعیت تاریخی خاصی قرار گرفته رویکردهای ایدولوژیک خاصی درش حاکم هستن و غیره و غیره و غیره و حوادثی درش اتفاق افتاده و همینطور توتعه هایی میشه نفوس های میشه افراد دستکاری میکنن در سیستم از داخل از بیرون و غیره و غیره که خب یک موقعیت خاص رو در ایران ایجاد میکنه ولی همین در جای دیگه هم اتفاق میفته ما اگه این بحث رو از ایران فرض کنیم ببریم به فرانسه ببریم به ایتالیا ببریم به آمریکا هم همین بحث ها مطرحه و با یک موقعیت خاص روبرو میشیم پس منو بر این ما باید شرایطی رو ایجاد می کردیم که دولت ملی در دراز مدت بتونه در طول این صد سال شکل بگیره دولت ملت یا اون چیزی که بهش میگن نیشن استیت بتونه شکل بگیره و این نیشن استیت بتونه کمابیش باز هم یک بحث نسبیه کمابیش اکثریت پایه اجتماعی رو از خودش راضی نگه داره مثلا نه بر سر این هستش که دولت ملت بتونه تمام جرایم رو از بین ببره بتونه یک جامعه کاملا سالم ایجاد کنه بتونه یک جامعه ایجاد کنه که اصلا درش فساد نباشه اصلا درش زورگویی نباشه خشونت نباشه هیچ کدوم اینا نیست چون اینا مباحثی که ما رو میرسونه به مباحث اوتوپیایی مبایس آرمان شهری دولت های خیالی که من در قبلا در این مورد کلاس های هم داشتم که تصور می شده مثلا در قرن 19 این خیلی زیاد بود و قبلش هم همینطور از قرن حداقل 16 ما این مثلا رو داریم با تامس مور و کتاب آرمان شهرش و ما همینطوری اومدیم و مباحث مختلفی رو دیدیم که مطرح شده برای اینکه جامعه آرمانی باید چطور باشه خب اون جامعه آرمانی منظور نیست منظور این است که یک حد از مردم حالا با نسبت مختلف بتونن برسن به اون رضایت معمولا در جهان مدرن این رو بر اساس حجم طبقه متوسط اندازه گیری میکنن طبقه متوسط یعنی چی یعنی که طبقه متوسط رو شما میتونید حالا اگر ما با اون دیدگاه بوردیوی پیش بریم که دیدگاه من هست ما میگیم طبقه متوسط رو از لحاظ سرمایه اقتصادی که خب پیش تعیین کرد بگیم ما 10% درصد پایین جامعه رو بذاریم کنار 10% درصد بالاش هم بذاریم کنار از لحاظ میزان دارایی اون وسط بشه فرض کنید طبقه متوسط در بهترین شکلش که ما حالا در توسعه یافته ترین کشورها داریم طبقه متوسط به بزرگترین حد که برسه میشه یک چیز 80 درصده معمولا ما بیشتر از این نداشتیم حالا هر اندازه که این طبقه متوسط کوچکتر بشه نشون دهنده نا توسعه یافته تر بودن توسعه نیافته تر بودن یک جامعه است به این ترتیب معمولا هم فرم کوچک شدنش این نیست که از دو طرف کوچیک بشه فرم کوچک شدنش به این شکلی که افراد هرچه بیشتری از طبقه متوسط میرن به زیر خط فقر و وارد اون دهک آخر میشن و بنابراین فقر در جامعه بزرگتر میشه اغلب کشورهای جهان سوم در موقعیتی هستند که بالای 50 درصد در زیر خط فقر هستن بنابراین طبقه متوسط طبقه کچی که سی چل درصدی هست در بهترین حالت و بعد کوچیکتر کچکتر و کچکتر هم ممکنه بشه و به همین میزان هم جامعه موقعیت بحرانی تری پیدا میکنه موقعیت تری پیدا میکنه به همین دلیل که ما عوامل اقتصادی رو بسیار موثر میدونیم در به وجود اومدن نارضایتی ها و هر چقدر که این عوامل اقتصادی بیشتر بشن حالا چه ناشی از ناکارآمد بودن مدیریت سیاسی کشور باشن چه و اقتصادی کشور باشن چه ناشی از فشارهای بیرونی که ممکنه هر دو اینها همراه هم باشن مثل مورد ایران که ما هم ناکارآمد بودن رو داریم در حد زیادی از نهادها ها و هم فشار بیرونی رو داریم در قالب به تحریم هایی که روی ایران وجود داره به حال فشار اقتصادی از عوامل اساسی است که به نارضایتی دامن میزنه و نیاز به اعتراض رو بالا میبره خب من گفتم که اگر راه های اعتراض بسته بشه مثلا در یک جامعه احساب ممنوع بشه مطبوعات آزاد ممنوع بشه فرض بکنید اظهار نظر ممنوع بشه اصلا همه چیز ممنوع بشه اینترنت بسته بشه فرض بکنید موقعیت مدرن رو من دارم میگم رادیو تلویزیون انحصاری بشن همه این کارها هم اتفاق بیفته فرض بکنید ما برسیم به یک جامعه مثل کره شمالی که خب تا حد زیادی تونسته این کارو بکنه اصلا تقریبا یک زندان بزرگ به وجود آورده که نه اینترنتی به اون شکل کسی داره نه اصلا دسترسی داره به بیرون از خودش نه خب چنین چیزی که اصولا در کشوری مثل ایران اصلا غیر ممکنه به دلیل حالا در مباحثی که من خواهم کرد از لحاظ ژئوپلیتیک غیر ممکنه از لحاظ میزان مهاجرانی که ایران داره و روابطی که ایران با داخل اونا با داخل ایران دارن غیر ممکنه از لحاظ موقعیتی که ایران داره با کشورهای مختلف ارتباطاتی که داره ارتباطات گسترده اقتصادی که تا الان که حتی ما در تحریم هستیم حفظ شده داره غیر ممکنه و خیلی چیزهای دیگه و خب چون چیز غیر ممکنه ولی حتی اگر به اون هم برسه این نه معناش اینه که اعتراض از بین میره نه معناش اینه که نارضایتی از بین میره یعنی اصلا تصور نباید بکنید که در مثلا کشوری مثل کره شمالی نارضایتی نیست یا کمتره یا اعتراض نیست یا کمتره اینها راهش بسته شده ولی وقتی راهش بسته میشه اینها شروع میکنن به رادیکالیزه شدن همون اتفاقی که ما دیدیم که در ایران هم افتاده و به یک نسبتی ما مسلمه که با در حد کره شمالی نیستیم و اصلا گفتم چیزی غیر ممکنه در ایران ولی هر اندازه که این بسته بشه ما یک نسبتی داریم در هر جامعه هر اندازه راه های اعتراض کمتر بشه راه های قانونی اعتراض کمتر بشه راه های قانونی ابراز اعتراض کمتر بشه افراد اصلا سوق داده بشن به طرف اینکه حتی نارضایتی خودشون رو اعلام نکنن در دلشون هم حتی سعی کنن نارضایتی نداشته باشن مثل جورج اورول که در کتاب 1984 ش پیش بینی میکرد که ما یک پلیس ذهنی هم داشته در یک جهان ویران شهری یا دیستوپیایی وجود بیاد که ذهن آدم ها را بتونه بخونه حتی اگر چیزی هم نگم بدونه بفهمه تو ذهن اینا چی داره میگذره هرگز اینها از بین نمیره هر اندازه این راه ها بسته بشه فرم نارضایتی رادیکالیزه تر میشه یعنی اگر این اعتراض علیه یک نهاد پایین دستیه میره به طرف نهاد بالا دستی و رادیکالیزه شدن در این معناس یعنی اگر کسی مشکل با بانک داره این مشکل رو بعد اگر نتونه از راه های درست و از راه های اعتراض قانونی به جایی برسونه اون میره به طرف کل سیستم, غز... سیستم اقتصادی اگر اونجا هم نتونه برسونه میره به طرف کل سیستم اصلا سیاسی و اجتماعی و غیره و به این طریق ما به رادیکالیزه شدن و رادیکالیزه شدن حالا ما بحث خواهیم کرد لزوما امر مثبتی نیست همونطور که انقلاب امر مثبتی نیست اکثر نظریه پردازانی که در مورد انقلاب صحبت کردن معتقدند که انقلاب رو گروه حاکم به وجود میاره دورکن که اصولا معتقد بود که انقلاب یک آنومی اجتماعی هست که ضربه میزنه به یک جامعه و باید تا جایی که ممکنه از اون اجتناب کرد چون وقتی جامعه وارد انقلاب بشه دیگه هیچ چیزی معلوم نیست که چه اتفاق میفته اغلب جامعه شناسان و انسان شناسان با این نظر موافقن یعنی معتقدند که بحران های بزرگی که ما به اینها میگیم بحران های آنومیک که کل یک جامعه رو به هم میریزن بحران های نظیر انقلاب نظیر جنگ و غیر و غیره اینها بحران هایی هستن نظیر دولت های تو، توتالیتر اینها آنومی های کوتاه یا دراز مدت ایجاد میکنند با آسیب های بی نهایت که ممکنه سالیان سال به طول بکشه برای یک نمونه مثال من میتونم بگم انقلاب فرانسه انقلاب اصلی فرانسه انقلاب اوله بزرگ فرانسه که معروف به انقلاب کبیر فرانسه 1789 که اتفاق افتاد حداقل 100 سال طول کشید صد و شاید بیشتر صد و سی چل سال طول کشید تا بتونه به یک آرامش جامعه فرانسه برسه حالا من نمیگم که هر انقلابی تو خواهد بود ولی دقت داشته باشید از انقلاب ایران چل سال بیشتر نگذشته و یک انقلاب کاملی بود که همه چیز رو زیر رو کرد و من اصلا بنابراین چنین مسائلی که در ایران داره اتفاق میفته اصلا چیزهای عجیب و غریبی نیست انقلاب یک آنومی بزرگ اجتماعی جنگ هم همینطوره اگر جنگ ها میبینیم که زودتر تموم میشن و الان در حال حاضر اصلا جنگی اتفاق نمیفته اینها دلایل فناورانه دارن به دلیل اینکه جنگ بسیار پرهزینه است و هیچ کشوری نمیتونه جنگ رو از یک ایزانی به بعد ادامه بده وگرنه نابود خواهد شد اتفاقی که ما دیدیم مثلا الان برای کشور مثل سوریه افتاده قبلا همین اتفاق برای کشورهای دیگه هم افتاده بود آلمان تقریبا در جنگ نابود شد دو و از صفر ساخته شد لاقل آلمان غربی و بسیاری از کشورها از جنگ سالم بیرون نمیان حالا اینکه تقصیر جنگ به اونها بوده این جنگ استعماری بوده یا نبوده مثلا ویتنام قربانی یک جنگ استعماری شد ولی هنوز هم که هنوز پنجاه سال بعد از جنگ ویتنام این کشور نتونسته به یک موقعیت عادی برگرده خب جنگ ها هن به دلیل اینکه هزینه های انسانی و هزینه های اقتصادیشون بسیار بسیار, بسیار بالاست ما جنگ جهانی اول چهار سال دوام برد جنگ جهان دوم چهار سال دوام جنگ ایران و عراق که یکی از بزرگترین جنگ های قرن بیستم هستش هشت سال دوام برد دولت های توتالیتر ممکنه بیشتر دوام بیارن طولانی ترین عمر یک دولت توتالیتر که ما داشتیم شوروی بوده که هفتاد سال تقریبا عمر کرده ولی خب با اثراتی که به همون میزان عمیقه یعنی جامعه شوروی سی سال بعد از خروجش از انقلاب از به انقلاب روس در 1917 و تشکیل دولت توتالیتر شوروی هنوز درگیره و میبینید هنوز یک جامعه است که مافیا روش حکومت میکنه پوتین در رأس کاگبه بود قبلا و الان هم در رأس بزرگترین مافیای این کشوره این کشور الان در یک جنگ بیهوده است که صدها هزار نفر رو داره به کشتن میده خرابی ایجاد میکنه اوکراین رو نابود کرده خود روسیه هم همه ناراضی هستن و اصلا نمیدونم برای چی دارن اونجا میجنگن اصلا هدف جنگ چی؟ خب پس میبینیم که جنگ ها انقلاب ها و شورش ها و حتی اعتراضات سراسری و گسترده و پرتنش که میتونن در رادیکالیزت شدنشون منجر بشن به اون موقعیت های حادتر یعنی منجر بشن به انقلاب یا منجر بشن به جنگ و غیره اینها از نقطه نظر جامعه شناسی و انسان شناسی موقعیت های مناسبی نیستن برای جامعه اصلا کسی نمیتونه این چیزهایی رو برای جامعه خودش آرزو کنه به خاطر اینکه ما میدونیم که در چنین موقعیتهایی چقدر خطر نهفته است و اون کسانی که نظیر گروه از لنینیست ها و غیر از توری انقلاب صحبت میکنن که میگن یا کسان دیگه ای که معمولا با این بحث میرن جلو که انقلاب یک درد لازم هست و اون رو تشبیه میکنن به زایش یک جهان جدید و غیره معمولا اینها تمثیل های به نظر من بسیار خطرناکی است ما وقتی یک جامعه وارد یک تنش گسترده میشه وارد یک انقلاب میشه وارد یک مجموعه از کشکارکت های بیشمار میشه اصلا نمیدونیم که کار به کجا خواهد کشید در زبان فرانسه که المثل یا یک زبان زدی وجود داره که گفته میشه ما همیشه میدونیم چطور وارد یک انقلاب میشیم اما هرگز نمیدونیم چطور از اون خارج میشیم این یک واقعیت بسیار سختی است که به خصوص کشور فرانسه بارها و بارها رو تجربه کرده دلیل اینکه ما الان در فرانسه در جمهوری پنجم هست فرانسه و یعنی چندین بار تجدید سلطنت شده و هر بار انقلاب شده انقلاب 1789 انقلاب 1848 انقلاب 1870 و, و همطور دائم و دائم انقلاب شده یا شورش های بزرگ شده مثل شورش که بعضی وقتا به نام انقلاب از اون نام نام بر به نام می 1968 ولی اینها همه با به اصطلاح در کوتاه مدت لا اقل یا در میان مدت با صدمه های بسیار سختی به جو جوامع همراه بوده در دراز مدت البته جامعه میشه گفت که بهتر شده ولی اینکه آیا باید این جامعه به این نقطه حاد میرسید این همه آدم کشته میشدن این همه آدم زندگیشون زیر رو میشد از بین میرفت آواره میشدن مهاجرت میکردن و غیرت و غیره تا به این برسیم این به شدت زیر ساله یعنی شما کمتر جامعه شناسی یا انسان شناسی پیدا میکنید که بگه بله حتما لازمه برای اینکه یک جامعه به یک موقعیت بهتری برسه باید انقلاب کرد حرفی که میزنن جامعه شناسان یا انسان شناسان اینه که اتفاقا باید تا جایی که ممکنه جامعه رو از رسیدن به موقعیت انقلابی از رسیدن به یک وضعیت آنومی گسترده باز داشت جلوش رو گرفت اجازه نداد جامعه به اونجا برسه به هر طریقی که ممکنه باید راههایی رو باز کرد این مثل اینه که وقتی ما که یک رودخانه‌ای داره میاد و اون رو با چهار تا چوب جلوش رو بستن اگر بیایم کانال هایی باز کنیم که این آب آرام رد بشه و بره آیا این بهتره یا نه بیایم یک صد قلابی درست کنیم و قدرتی که اون رودخونه داره پشت این صد جمع بشه و چرا و, چرا ما میدونیم که این قدرت اون صد رو هر چقدر محکم باشه نابود خواهد کرد ولی بعدش ما دیگه نمیتونیم تصمیم بدیم که اون سیلابی که سر و زیر میشه نکات مثبتی رو برای اون جامعه داشته باشه این یک تناقضی است که من در صحبت های بعدیم بهش خواهم رسید که در مباحث انقلاب خیلی مطرح شده که این توهم که انقلاب لزوما یک موقعیت بهتری رو ایجاد خواهد کرد در یک کشور قبل از خودش و بعد از خودش یا یک جنبش گسترده اعتراضی و غیره این فقط یک توهم اما, اما اینکه چه کسی مقصره در این قضیه این مباحثی است که ما خواهیم کرد در این قضیه همیشه ما عوامل بسیار متفاوتی داریم که باعث به وجود آمدن این موقعیت بشن و ما در جلسات آینده روی این بحث خواهیم کرد اینکه اصولا ما دنبال یک مقصر بگردیم یا دنبال کسی بگردیم که به سادگی بخوایم از نسبت دادن تمام مشکلات به یک فرد یا به یک سازمان یا به یک مجموعه ولی این مجموعه بزرگ بخوایم نتیجه گیری بکنیم این خب اولین مسئله است که باعث میشه که ما به انحراف بیافتیم چرا چون به انحراف از این لحاظ که نتونیم درک کنیم یک قضیه رو صد سالی که ما در این کشور میخوایم که دموکراسی برقرار کنیم میخوایم دولت ملی برقرار کنیم میخوایم مدرنیته برقرار کنیم نمیتونیم این کار رو بکنیم چرا نمیتونیم بکنیم به دلیل اینکه باز به دلایل مختلف که در این جلسات ما در موردش صحبت میکنیم هر بار مسئله به جای اینکه به شکل عمیق در موردش فکر بشه و راه حلی پیدا بشه براش و این کار رو باید نخبگان یک جامعه بکنن که متاسفانه ما مشکل اصلی جامعهمون در نخبگانشه یا در نانخبگانشه یعنی کسانی که واقعا نمیتونن درست فکر کنن مدل های مختلف رو میگیرن کمان که در انقلاب مشروطه در ایران از اون موقع تا امروز حتی من میتونم بگم یک مدل انقلاب فرانسه رو گذاشته بودن جلوشون و از روی این میرفتن جلو و میگفتن خب چون فرانسه این راه رو رفته و نتیجه رسیده ما هم میرسیم بدون توجه به اینکه اون انقلاب فرانسه مال سال پیشه و همه چیز متحول شده در جهان دیگه هیچ چیزی مثل روز قبل نیست ولی خب همینجوری رفتن جلو هم و به نتیجه هم نرسیدن نخبگان ما هم همش مدل هایی رو پیش روی خودشون میگذارن که به سادگی یعنی حتی با عقل سلیم میشه متوجه شد که اینا اصلا قابل پیاده سازی نیست مثلا فرض بکنین اگر ما مدلمون این باشه که با یک تغییر سیاسی با یک تغییر رژیم با یک تغییر حاکمیتی میتونیم نوعی از دموکراسی داشته باشیم که حتی نزدیک بشه به یک دموکراسی 100 صد ساله 150 صد ساله واقعا یک خواب و خیال خطرناکه به دلیل اینکه اصلا چنین چیزی امکان نداره در یک کشوری که شما یک نگاهی به اطرافتون بندازین ببینید اولا میزان خشونت در آدم ها نه الان نه در این چند ماه قبلش حتی ببینید میزان خشونت در آدم ها چقدره میزان خودخواهی چقدره من در همین مجموعه اسنادی اه... که بریم این برنامه گذاشتم یا میگذارم یک مقاله هم دارم نام ده توهم بزرگ در تاریخ ایران که حتما توصیه میکنم این رو بخونید و اونجا ده آسیب بزرگ که ما در ذهنیتمون داریم من قید کردم خب با همچین آسیب هایی که ما داریم خود بزرگ بینی که ما داریم از یک طرف و خود کوچک بینی که داریم از طرف دیگه تمایلی که به تقدر گفتن داریم گریز از حقیقت داریم ام ام چاپلوسی کردن داریم و اقراق کردن در حرفامون داریم گریزمون از پذیرش واقعیت داریم و غیر و غیره توت پنداریمون داریم عدم توانایی به اینکه بتونیم مثلا واقعا یه کاری رو پیش ببریم با هم یه کاری رو پیش ببریم داریم وقتی شما اطرافتون رو نگاه میکنید و میبینید هر آدمی درون خودش یک دیکتاتوره و آدم های دیگر رو به چشم دشمنان خودش نگاه میکنه و و پنج نفر به آدم نمی‌تونن با هم جمع بشن من همیشه این مثال رو میزنم میگم برای که بدونید به وجود آوردن دموکراسی در ایران چقدر مشکله نگاه کنید به یک ساختمون به این کوچیکی اکثر کسانی که اینجا هستن هم حتما زندگی دارن میکنن یا کردن یه مجتمع شش واحده هشت واحده هشتا تا آدم با هم اینها اغلب نمیتونن یک نفر رو به عنوان مدیر انتخاب کنن یعنی هیچ کس داوطلب مدیریت نیست همه تعارف میکنن یا حاضر نیستن قبول کنن دلیلم دلیل هم داره به دلیل اینکه همه هم دیگه رو کاندیدا میکنن و بعد اون کسی که کاندا میشه و به همه بهش رای میدن از فردای همون روزی که انتخاب میشه شروع میکنن بهش تهمت زدن پشت سرش صحبت کردن متهم کردنش به دزدی به غیر کارا بودن و غیر و غیر خب در چنین شرایطی که ما برای انتخاب یک مدیر ساختمون الان شاید سی ساله در ایران و بیشتر که ما شیوه ی زیست آپارتمان نشینی بسیار رایجه وقتی در این موقعیت ما نمیتونیم یه مدیر ساختمون انتخاب کنیم چطوری میخوایم به راحتی بتونیم یک سیستم دموکراتیک به وجود بیاریم خب وقتی که ما به این نکات توجه نکنیم و نخبگان ما هستن که باید به این نکات توجه کنن این آلترناتیوش این نیست که نه چون دموکراسی نیست ما نمیتونیم به دموکراسی مثلا پیشرفته برسیم پس اصلا نباید به دموکراسی فکر کنیم نه این سیاه و سفید دیدن اتفاقا یکی از باز مشکلات اساسی که ما داریم یعنی اینکه همه چیز یا باید سیاه باشه یا سفید باشه ما یا باید یک دموکراسی آرمانی داشته باشیم که در اون همه آزاد باشن هر جوری میخوان زندگی کنن هر کاری میخوان بکنن و غیره یا نباید باید اصلا هیچ کدوم اینها رو نداشته باشیم این در این حال یک تیپی از رادیکالیسم هم هست که به تا حد زیادی مسئله مسائلی رو که ما در این ماها شاهدش بودیم توضیح میده اینا مسائل جدیدی نبوده ما جامعهمون حالا اگر از اون دیدگاه دراز مدت هم بگذاریم اقل در همین ده 15 سال 20 سال اخیر از دهه 1370 تا امروز به نظر من دائم در حالت فراز و فرود های سینوسی بوده منتها اینها صرفا تکرار نبوده اینها همینطور که تکرار می شده چون پاسخ مناسبی پیدا نمیکرده هی رادیکالیزه تر می شده هی گسترش بیشتری پیدا می کرده و خب تا اینکه به یک موقعیت واقعا بحرانی ورسی که ما الان درش هستیم و من امیدوار هستم که نخبگان بتونن و روشنفکران بتونن راه حلی براش پیدا بکنن اعتراضات که به هر حال راه خودشون رو پیدا میکنن و به کسی گوش نمیدن اصلا چه ما بگیم چه نگیم چه تحلیل بکنیم چه نکنیم منطق سیستم اجتماعی یک منطق دیگه است ما به این بارها بارها در جلسات آینده اشاره خواهیم کرد سیستم های اجتماعی مثل که موجود زنده و اینها کار خودشون رو میکنن اینطور نیست که فرض بکنید یک نفر بیاد بگه بکنید بکنن بیاد بگه نکنید نکنن اینطور نیست یعنی این تصور و توهمی که وجود داره که اگر یک نفر بیاد بگه فلان کار رو بکنید اون اتفاق میفته یک نفر دیگه بیاد بگیر نکنید نمیفته اینها نیست واقعیتش دیگه اینا یک مکانیسم درونی دارن که این مکانیسم درونی عمدتا وصل به اون سیستمی که افراد یک جامعه به عنوان سیستم متعادل یا اکلیبر اکلیبروم میپذیرن یعنی اگر در یک جامعه افراد از حداقل های برخوردار باشن که این حداقل ها حد اقلها، حد های زیستی هستش مثل مسکن و بهداشت و آموزش و ولو نه در حد آرمانی نه در حد خیلی عالی و در کنار این یک احترامی هم بهشون گذاشته بشه به عنوان انسان و غیره و به زندگی خصوصیشون هم کسی کاری نداشته باشه معمولا در اکثر کشور جهان همین رو افراد میخوان کسی به خاطر مثلا افکار بسیار بسیار رادیکال ضد حکومتی و غیره هرگز این تبدیل نمیشه یک مسئله اجتماعی که مثلا همه بیان تو خیابون به خاطر اینکه ما مثلا میخوام یک مباحث خیلی پیچیده روشنفکری رو مطرح کنیم و کسی اجازه به این نمیده نه مردم نیازهای زیستی دارن نیاز به غذا دارن نیاز. اتیاج... و این نیازها البته از این کشور به این کشور دیگه متفاوته باید این رو در نظر داشت در صحبت ها من این رو خواهم گفت ما نمیتونیم بگیم که مثلا کسانی که در ایران زندگی میکنن و همه در ما قرن 21 هم هستیم نسبت به این مسئله آگاهانی که از ثروتمندترین کشورهای جهان رو دارن توش زندگی میکنن یعنی کافی یک ذره سواد داشته باشن اینا. میدونن این کشور از لحاظ ثروت ثروت نفتی از بالاترین کشورهاست در جهان از لحاظ ثروت انسانی جز جوانترین کشور هاست و الان ثروت انسانی فکری جزه ثروت های اساسی هستش در جهان خب وقتی همچین چیزهایی رو افراد میدونن و در منطقه خب میبینن اطراف خودشون رو میبینن کشورهایی رو میبینن که هیچ کدوم از این چیزها رو ندارن نه ثروت زیرزمینی ما رو دارن <تصفح> نه ثروت انسانی ما رو دارن و اون میزان انتظارشون میره بالا و یک رابطه بین انتظار و چیزی که افراد با اون روبرو رو میشن به وجود میاد که این به شدت تأثیر میکنه بر اتفاقاتی که میفته ولی گفتم ما بیشتر از اینکه که با سیاه و سفید روبرو رو باشیم با نسبت ها روبرو هستیم این مثالی که همیشه من زدم این است که این مثل یک لیوانیه که توش قطر قطر آب ریخته بشه و یک جا سرریز بشه ولی این سرریز شدن رو تقریبا همه میدونن که میشه همونطور که درباره این اعتراضات و اعتراضات قبلی و قبلی و قبلی همیشه تقریبا مطرح شده بود گفته شده بود هشدار داده شده بود ولی اعتنای به اون نشد بود و ما در این جلسات به که الان مقدارم بحث من طولانی شد بر چون واقعا نمیشه اینها رو به صورت کوتاه گفت بحث اساسی من این بود که انگیزه فراهم کنم که سوالاتی مطرح بشه و بتونم به اون سوالات هم جواب بدم ولی به هر حال مسئله مسئله درک عمیق یک جامعه نیازهای اون جامعه قرار دادن اون در چارچوب تاریخیش در چارچوب ژئوپلیتیکش در چارچوب ذهنیتی که انسان‌های اون جامعه نسبت به اون جامعه دارن آگاهن موقعیت خودشون رو می‌شناسن موقعیت خودشون رو در جهان می‌شناسن تاریخ خودشون رو می‌شناسن و غیر و غیره و اینها رو نباید دست کم گرفت و اگر دست کم گرفته بشن به هر حال کار به این موقعیت های پرتنش میرسه که ما امروز درش قرار داریم و امیدواریم که به نحوی حل بشه که کمترین زیان به افراد بخوره کمترین ضربه کمترین داغ بر دل خانواده ها بنشینه همین اتفاقاتی که تا الان افتاده به نظر من واقعا تاسف انگیزه و تا جایی که ممکنه باید این بها به کاهش پیدا کنه منتها کاهش دادن مصنوعی این راه حل نیست چون در دور بعدی رادیکالیزه تر خواهد شد در دور بعدی خشونتبارتر بارتر خواهد شد و غیره و این اصلا به این بستگی نداره که من به عنوان یک روشن فکر چی بگم یا یک سلبریتی چی بگه و غیره و غیره این یک تصور کاملا غلطه این بارها من این رو تشبیه کردم به اینکه شما بخواین جلوی یک بیماری رو جلوی مثلا یک سرطان رو که در بدن به وجود اومده و داره پیشرفت میکنه از طریق کشتن پزشک یا از طریق دستگیر کردن پزشک از طریق به زور وادار کردن پزشک به اینکه بگه نه همه چیز خیلی خوبه میخواین حل کنید خب پزشک میگه این رو یا اصلا نگه ساکت میشه حرف نمیزنه اصلا دیگه ماینه نمیکنه کسی رو آیا اون بیماری به حرف این پزشک بستگی داره نه بحثی که ما بس در اینجا میکنیم و من انقدر تاکید دارم روی شناخت نخبگان دانش نخبگان اینکه نخبگان درست فکر چیه درست مثل اینه که من بگم پزشک نه اینکه قفه باید بشه یا اجازه بهش داده نشه حرف بزنه پزشک باید به روزترین موقعیت رو داشته باشه نسبت به دانش پزشکی به دانشی که در جهان وجود داره به تجربیات دیگران به تجربیات خود اون بیمار و غیره تا بتونه به بهترین شکلی او رو مالجه کنه یا در حدی که ممکنه آسیب رو کمتر کنه درد او رو کمتر کنه غیره این کاری که به نظر من از نخبگان برمیاد برای این کار نخبگان نیاز به فضای آزاد دارن نیاز به دانشگاه دارن به عنوان یک فضایی که بشه در اون اظهاره نظر کرد بحث کرد گفتگو کرد و غیره همین فضای مجازی یک فضای بسیار خوبه ولی خب ببینید سیاست های ناکارایی که وجود داشته سیاست های غلطی که وجود داشته نفهمیدن فضای مجازی به جای اینکه فضای مجازی رو تبدیل کنه به جایی که بیشتر ما در موقعیتی که مشکل داریم به اون رجوع کنیم برای اینکه مشکلاتمون رو حل کنیم تبدیل بشه به یک عرصه ای از تمام کسانی که عقده دارن تمام کسانی که با همدیگه مشکل دارن تبدیل بشه به یک عرصه ای برای فوش دادن به همدیگه و, غیر و غیره و غیره یک عرصه ای برای لومپن‌هایی که توی این به شکل گسترده ای وجود دارن و با حالا یا زبان واقعا لومپنی و زبان ارازل اوباش صحبت میکنن یا با زبان های حتی ممکنه روشن صحبت کنن و غیره ولی همون ها هستن همون ها هستن وقتی صحبت ها رو تعلیم میکنیم این همون حرف های بی حرف های مثلا اینکه صرفا حمله به این حمله به اون و تصورشون اینه که با حمله کردن و با یک رویکرد سلبی که اتفاقا این همه هم در مورد وقتی که قدرت در ایران صحبت میکنن ایراد میگیرن که این قدرت قدرت سلبی است و هیچ کس رو قبول نداره ولی خودشون هم به همین شکل عمل میکنن یعنی خودشون در خیلی موارد حتی بدتر عمل میکنن به افراد اتهام میزنن تهمت میزنن دشنام میدن و غیره و غیره و نشون میدن که بدون اینکه قدرتی داشته باشن دارن مثل یک دیکتاتور عمل میکنن خب من نتیجه نهایی می نیست که از این موقعیت باید به نومیدی رسید و نظر من نومیدی اصلا راه حل نیست نومیدی یک نوع کنار کشیدن یک نوع انتخاب خودکشی هست یعنی اینکه ما سرمون رو بگذاریم زمین و بمیریم اگر بس بر سر مردن و خودکشیه که بحثی وجود نداره به قول کامو بس اونجایی وجود داره که ما میخوایم زنده باشیم میخوایم مثمر سمر باشیم میخوایم آینده داشته باشیم میخوایم بچه هامون نسل های آینده آینده داشته باشن و به این جهتی که داریم بحث میکنیم اگر بحث بر سر اینه که نه ما اصلا هیچی نمیخوایم و غیر و اینها که یا صرفا اعتراض میخوایم و صرفا شورش میخوایم و صرفا فلان میخوایم یا صرفا این رو میخوایم که همه خفشن و بعد سرشون رو توی برف بکنن و فکر کنن که همه چیز خوبه و در بهشت برین دارن زندگی میکنن خب اینها که راه حل نیست اینها صرفا یک نوع یا گریز از مسئله است یا یک نوع دستدن به خودکشی حالا ما در طول جلساتی که خواهیم داشت هم به این بحث ها و هم به بحث های دیگه که شکل محوری اون موقع خواهد داشت خواهیم پرداخت و قدم به قدم سعی میکنیم که تحلیل عمیقی که صرفا به دنبال مقصر در این فرد و اون فرد این نهاد و اون نهاد نگرده اینها پر در روی شبکه مجازی و جای دیگه که شما تا دلتون بخواد همدیگر متهم کردن و با این ادعا که اگر این رو بگیریم اون رو بکشیم این رو تعطیل کنیم اون رو مجازات کنیم اون رو زندان بندازیم این رو اجازه ندیم بهش حرف بزنه یا این رو فلان کنیم یا بهمان کنیم از همه جوانب تصور کردن که میتونن به نتیجه برسن و فعلا ما در یک موقعیت بنبستی هستیم که بنبست نخواهد موند ولی خب همه بس بر سر اینه که چطور میشه هزینه های به اصطلاح این مسئله رو کاهش داد بسیار ممنونم از شما و ببخشید که بس طولانی تر از اون چیزی شد که پیش بینی میکردیم تا جلسه بعدی که پرسش پاسخ خواهد بود و جلسه بعدی